سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیرایس واچ بیانیه ای از اعمال سیاست انتقام توسط مقامات عربستان سعودی علیه اهالی و شیعیان شهر العوامیه انتقاد کرد. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق شییان که نسخه از آن به خبرگزاری ویوز رسیده آمده است، در ایام اخیر شاهد اوضاع نابسامان و بغرنج اهالی شهر شیع نشین العوامی عربستان هستیم. این بیانیه افزوده است نیروهای امنیتی عربستان سعودی در حملات برنامه ریزی شده اخیر با خودروهای زرهی این شهرها محاصره و اقدام به شلیک گلوله به سمت مردم و خانه های آنها کردند که در این بین ده ها نفر از اهالی العوامی زخمی و شهید شدند و به اموال عمومی و خانه های مسکونی نیز خساراتی وارد آمد. در ادامه بیانیه سازمان جهانی شرایس آمده است، این سازمان اعمال سرکوبگرایانه، قتل و بازداشت‌های بیدلیل نیروهای سعودی در حق غیر نظامیان شیعه را محکوم می کند و به حکومت عربستان هشدار می دهد این رفتارها عواقبی وخیم برای آنها در پی خواهد داشت. سازمان جهانی شرایس در بیانیه خود از مقامات سودی خواست دست از ادامه هفک حرمت ها بردارند چرا که این اعمال مغایر با قوانین بین الملل و حقوق بشر در جهان به شمار می روید. این سازمان در پایان بیانیه خود از سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشری خواست برای توقف این اعمال غیر انسانی و انتقام علیه غیر نظامیان شیعی عوامی اقدامی فوری انجام دهند.